بعضی از گناه ها بر اندام هویدا میشه، بر اندام ها هویدا میشه، ظاهر میشه بر اندام ما و شما، و بعضی از گناه ها در قلب پنهان میمانه، در قلب پنهان میمانه، که او گناه هایی که بعضی اوقات که در قلب پنهان میمانه خیلی خطرناک است. حالا به طور مثال یک انسانی که برش خودپسندی پیدا میشه یا در قلبش عمل را ظاهرا در اندام ها انجام میده اما به خاطر ریا هست، به خاطر شهرت هست، به خاطر رسیدن به یک مطلوب دنیوی هست، خیلی خطرناک است. و به یک دو نوع دیگه هم گناه ها تقسیم میشه، یک جای حق الله ضایع میشه و یک جای حق الناس ضایع میشه، حق مردم ضایع میشه. خودش گناه هایی هست، گاهی نافرمانی که صورت میگیره یا از الله میباشه یا از بنده های الله میباشه یا در حق بنده های الله میباشه، که ما حق یک انسان را ما ضعیف هست، ما او را ضایع میسازیم. یک یتیم هست حقش را میگیریم ازش. پس هم در جمله گناه ها داخل میشه. در مجموع گناه ها به چهار قسم تقسیم میشه. اول این نوعی از گناه ها به نام گناهان فرمان روایی ذکر میشه. این چه قسم گناه ها هست؟ ای او گناه هایی هست که الله متعال بعض صفات ویژه‌ای داره که مختص به پروردگار هست، دیگه کس نمیتونه او صفت را داشته باشه. گاهی اوقات انسان خود را متصف به او صفات میسازه که را گناهان فرمان روایی میگه. گاهی اوقات انسان به او کارا مبتلا میشه، او گناه ها را یا به این کارها دست میزنه، به اصطلاح ما شما با سویچه های بلند دست میزنه. یک گناه هایی هست که به شأن انسان یا انسان نباید رو مرتکب شده. مثلا عظمت، کبریا، جبروت، قهر، بندگی گرفتن مردم، این تنها ویژه پروردگار هست. او جبار هست، او کبریا هست، او عظمت و بزرگی داره، قهری از او قهر هست. و کی بندگی بگیره، او باید به بندگی بگیره، ما باید بندگی او ذات بزرگ را بکنیم. برای انسان این صفات شایسته نیست. اگر کدام انسانی این کارا را انجام میده، این خود را با خدا همسان میسازه، نعوذ بالله من ذلک، یا میخواهد در جای خدا قرار بگیره، یا میخواهد کار خدا را انجام بده. پس این گناهان فرمان روایی میگفته که خیلی زشت است، یکی از گناه های زشت یا انواع گناه های زشت همی هست. دوم نوع گناه، گناه های شیطانی هست. او کدام گناه ها هست؟ تقلید از شیطان در حسادت، تحمل نکردن یک کسی که فضیلت داره، تحملش کردن یعنی تحمل نمیتونه میشه، از گناهان شیطانی است که شیطان نتوانست آدم علیه السلام را تحمل بکنه. انا خیر من مزو کده، بهتر است. در حالی که قائل شدن به فضیلت یک شخص، که یک شخص را ما فضیلتش قائل شیم، این خصوصیت پیامبرا هست. موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، موسی علیه السلام میگه برای پروردگار که هارون را با ما بفرست، هو افصح منی، و از ما کرده با فصاحت تر است. اعتراف به خوبی یک انسان، به خصلت خوب یک انسان، به ویژگی خوب یک انسان اعتراف کردن خصلت پیغمبری هست. و ای که اعتراف میکنیم که فلان نفر از ما کرده خوب نیست، در حالی که از تو کرده خوب است، به خصلت شیطانی هست. انا خیر منی، از او کرده بهتر است. پس این گناه های شیطانی هست. یکی از گناه های شیطانی سرکشی هست. کی سرکشی کرده؟ شیطان از امر پروردگار سرکشی. اسجدوا لآدم، قال ااسجد لمن خلقت طینا، آیا من برای کسی سجده کنم که او را تو از گل آفریدی، از خاک آفریدی؟ پس گاهی اوقات که یک انسان سرکشی میکنه یا خیانت میکنه یا کینه‌توزی میکنه یا حیله‌گری میکنه و یا هم فریبکاری میکنه، تمامش گناه های شیطانی هست. این در جمع گناه های شیطانی حساب میشه. نباید انسان شیطان صفت باشه، اما خصوصیت انسانی خود را، جایگاه انسانی خود را، اما کرمنای خود را به ذلت تبدیل نکنه که با صفت کرمنا متصف شده که ولقد کرمنا بنی آدم، خلقت بیدی اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه فنفخت فیه من روحی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ای جایگاه ها را نباید فراموش بکنه. اگر ای جایگاه ها فراموش شد، میره به جایگاه ذلیل گونه شیطان داخل میشه، وارد میشه و شاید رانده شود. متوجه خود باید باشه. پس این از انواع گناه های شیطانی است. یک نوعی از گناه ها گناهان درنده ای است، گناه های وحشی گونه. او کدام گناه است؟ تجاوزگری، خشم، خونریزی و زورگویی. این گناه هایی است که درنده های را انجام میدن. درنده ها تجاوز میکنن، درنده ها ظلم میکنن، درنده ها خشمگین میشن، خشمی بی جای خود را در جای استفاده میکنن
که نباید در جای خشم استفاده شود و یا خونریزی ناحقی که در حق یک انسان بیگناهی مرتکب میشن از گناه های انسان های درنده هست، درنده خوهای کار رو انجام میدن، پس از گناه های درنده ای هست. یک نوعی از دیگر گناه ها گناهان حیوانی هست، اش خیلی خطرناک هست. و کدام گناه هست؟ حرص ورزی، زنا، دزدی، خوردن مالیتی. این گناه هایی هست که حیوانات چنین کارهای را گاهی اوقات انجام میده، تجاوز میکنه، مال کس را میگیره بدون از اینکه بفهمه که مربوطی از این نمیشه، یا گاهی اوقات با هم جنس خود یا خلاف جنس تجاوز و یک کارهای زشت یا حرص ورزی گاهی اوقات در حیوانات دیده میشه، زشت کارها دیده میشه. نباید انسان خود را به او درجه برسانه، با انسان نمیزیبه، چون اگر انسان از این جایگاه با فضیلت خود پایین شد حتما یا درنده میشه، پست میشه، ذلیل میشه. او فقط یک موجود دوپا هست، فقط ظاهرا دوپا، اما کارها کارهای انسانهای دوپا باز نمیباشه. و از دید دیگه که گناه ها تقسیمات میشه، به گناه های صغیره و کبیره تقسیمات میشه. ما چی بفهمیم گناه های صغیره و کبیره را؟ علما تعریف کردن، اول خب باید بفهمیم که گناه های کبیره توسط آیات قرآن کریم، احادیث پیامبر ثابت شده و برای ما بیان شده و به این علمای سلف صالح به این باور دارن و به این یقین هستن که گناه ها به کوچک و بزرگ تقسیمات میشه، که ما شما گناه های کبیره و صغیره میگه به این تقسیمات میشه. آیت قرآن کریم داریم، الله متعال میفرمایه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عن سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما از کبائر اجتناب بکنین، گناه های دیگه ایتان رو ما میبخشه و شما را در یک جایگاه خیلی کریمانه قرار میده. یعنی میبینیم که جایگاهی است که ایجا میفهمیم که گناه ها به دو بخش تقسیم میشه، گناه های صغیره و گناه های کبیره. ما یک حدیثی هم داریم، مسلم روایت کرده، نماز جمعه تا نماز جمعه دیگه، رمضان الی رمضان دیگه، مکفرات لما بینهن، گناهایی که در بین اینها، در فاصله ای که در بین اینها وجود داره که صورت میگیره از انسان، البته گناه های صغیره مراد هست، مکفرات لما بینهن، تمامش کفاره میشه توسط وضو کردن، توسط نماز خواندن، توسط تقوا، توسط ذکر، گناه های صغیره عفو میشه. ولی یک چیز بیان کرده اخیر حدیث، مجتنبة الكبائر، البته که یک انسان از کبائر اجتناب کرده باشه، نمیتونه که بعضی از عبادات تو گناه های کبیره تو رو محو بکنه. گناه های کبیره ضرورت به توبه کردن داره، اگر به حق الناس مرتبط باشه، بخشش خواستن از اونها یا حق اونها رو برگرداندن و در ضمن توبه کردن، که شرایط توبه هم مد نظر هست، که به تقسیمات هم گناه ها تقسیمات میشه. گاهی اوقات بعضی از اعمال هم نمیتونه گناه های صغیره را هم محو بکنه، و کدام اعمالی هست؟ این به سه درجه تقسیم میشه. بعضی اعمالی وجود داره، اعمالی بعدی که ما انجام میدیم، خب باید یک عمل خوب در کنارش انجام داده شد و طور محو بکنه. ما یک حدیثم در این مورد داره، میگه وقتی که شما یک کار زشت صورت گرفت، شما بعد از یک کار نیک را انجام بدن طور محو بکنه. به این معنا نیست که همیشه این کار کرده ما باشه، این برنامه ما باشه، هر زمان یک بدی را انجام بدن بعد از خوبی، این باز یک نوع فریبکاری با خود هست. گاهی وقت عمل را ما انجام میدیم، در او عمل اخلاص کم میباشه و عمل با شرایط عمل نیکو برابر نمیباشه، که عمل نیکو چی شرایط رو باید داشته باشه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. عمل نیکو را انجام بده به طریقه پیامبر و از شرک، یعنی از ریا دور باشه. گاهی اوقات امی شرایط را عمل نمی داشته باشه، ای تو عمل نمیتونه که در مقابل گناه های صغیره مقاومت بکنه، نمیتونه که کفاره به خاطر اونها قرار بگیره. بعضی از گناه های یا بعضی از اعمال نیکویی که ما انجام میدیم توانایی مقابله را داره، اما به حد کفاره نمیرسه. گاهی اوقات میتونه که مقابله بکنه در مقابل بدی ها، اما به او اندازه قوی نیست، به او اندازه اخلاص نداره، به او اندازه در شرایط برابر نیست که در مقابل استادگی بکنه، به او اندازه مجهز نیست که در مقابل دشمنی به نام گناه یا گناهی صغیره مقاومت بکنه، ضعیف است، کند است. گاهی اوقات بعضی از اعمال را انجام میده یک انسانی که در او اخلاص هست، با شرایطش برابر هست، در مقابل صغایر خوب مقاومت میکنه، از بینش میبره. وضوی مخلصانه، نماز درست، نماز جمعه خواندن به طریقه درست،
اذکار و تلاوت قرآن کریم اگر اخلاص در وجود داشته باشه و شرایط عمل نیکو و صالح در موجود باشه، بازو میتونه که در مقابل گناهای تو مبارزه بکنه، مقابله بکنه و گناهای تو رو مغلوب بسازه و خودش غالب شه. امکان پذیر هست. صحیحین، حدیث آمده در صحیحین از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم سوال شد که بزرگترین گناه ها نزد خداوند چی هست؟ رسول الله می فرماید ان تجعل لله ندا و هو خلق خلقک، یک برای خدا یک شریک را مقرر بکنی، یک ند را، همسان را شریک مقرر کنی، از بزرگترین گناه ها نزد خدا هست. گفت بعدش، گفت بعد گناه بزرگ بعد از این، او گناهی هست که یک کس فرزند خود را بکشه که در نان با ما شریک نشود، که ما فقیر نشود، فرزند خود از بین ببره که ما نان ما کم نشود، غذا و طعام ما کم نشود. گاهی خود بعضی کسا میگن ما اولاد نمی کنم که باز چی نشود، باز رزق ما را نخورد. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، شما فرزندایتون به خاطر ترس از گرسنگی شما نکشین، شما از بینش نبرین. یک از گناه های بزرگ نزد خدا هست. دیگه گناهی که نزد خدا بزرگ هست در سیومین درجه قرار داره، او کسی هست که کسی با همسر همسایه خود خیانت میکنه. یک کسی همسایه شما هست، در پهلوی خانه شما قرار گرفته یا در پهلوی بلاک شما قرار گرفته، کسی که با او خیانت میکنه، این از جمله گناه های بزرگ نزد خدا هست که خیلی اوقات در بعض جای صورت میگیره، خصوصا او همسایه هایی که در یک دهلیز زندگی میکنن، خیلی اوقات صورت میگیره و یک خیانت خیلی بزرگ است. پس این هم یک نوعی از تقسیمات گناه ها هست، انواع گناه ها که امروز تقسیماتش بیان میشه و اختلاف در مورد تعداد گناه های کبیره وجود داره. ابن مسعود میگه گناه های کبیره 4 تا هست، ابن عمر میگه که 7 تا هست، عبدالله بن عمرو میگه گناه های کبیره 9 تا هست، عده دیگر میگه که گناه های کبیره 11 هست. ابن عباس رضی الله عنه میگه، رضی الله عنهما، که گناه های کبیره 70 تا هست. وحده دیگری هم میگه که در این بخش هم یک نظر از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما هست، او میگه گناه های کبیره به 700 تا میرسه، به 700 تا. گاهی گناه انجام میدیم متوجه کوچکی گناه نباشیم، متوجه ازی باشیم که از کی انجامش میدیم، از کی نافرمانی میشه، متوجه کوچکی گناه نباید باشیم، متوجه بزرگی او ذات باشیم که از او نافرمانی صورت میگیره. اگر این تو یک مفکوره داشته باشیم، تمام گناه ها در ذهن ما شما گناه های کبیره باید تلقی شود، که گناه کبیره است. او ذات شایستگی از این نداره که ما تو زنا فرمانی بکنیم، او یک جایگاه خیلی بلند داره. ابو طالب مکی میگه، میگه از لا بلای سخنای اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم به این نتیجه رسیدم که 4 گناه مربوط به قلب میشه. بیشتر یادآوری کردم که انواع گناه های امروز بیان میشه، 4 گناه مربوط به قلب. یک، شرک، پایداری بر معصیت، دوامدار انجام دادن معصیت، ای از گناه های قلبی هست، چون که تو از قلب، از طرف قلب دکتی میشه، سویچ میشه، کنترل میشه، برو انجامش بده. چون اذا صلح صلح الجسد كله و اذا فسد فسد الجسد كله، اگر او بد شد تمام فکرت، کارت، برنامه‌ایت بد میشه، اگر او خوب شد اندامایت خوب میشه، چون او در اعضا رئیس اعضای تو هست، رئیس اندام های تو هست، او اگر بد شد تمامش بد میشه. و همچنان یکی از گناه های قلبی ناامیدی از رحمت خدا هست، لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا ناامید نشوید. کسی که از رحمت خدا ناامید میشه، یکی از گناه های قلبی را مبتلا شده. چرا؟ وقتی ما که از رحمت الله ناامید میشیم، در حقیقت ما خدا را کم دانستیم، کم دانستن خدا خودش گناه است، ما نسبت به خدا بدگمان شدیم، ما اجازه نداریم. ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، ای گمان شما هست که شما یک گمان بد نسبت به خدا دارین، فاصبحتم من الخاسرین، ما شما را از جمله زیانکارا میگردانیم و شما گشتین از جمله زیانکارا. ناامیدی از رحمت خدا از جمله گناه های قلب هست. و همچنان آرامش خاطر در برابر عذاب خدا از گناه های قلب هست. چه قسم؟ یک گناه را انجام میدیم، مطمئنم بایی میباشیم که بالای ما عذاب نازل نمیشه. بعضی کسایی تو فکر میکنن که عذاب بایی من هست که از جای مگه خون سرازیر شدم، این عذاب هست. اگر مرا جای موتر زد، امی عذاب هست. اگر جای خانه ما در گرفت، آتش گرفت، حریق شد، عذاب هست. نه، گاه اوقات عذاب طوری می باشه که بی صدا اما خیلی صدا دهنده، خیلی درد دهنده. و کدام عذاب هست از عبادت لذت نمی بری؟
از دعا کردن لذت نمیبری، دعا دلت نمیشه، فرصت عبادت برات مساعد نمیشه، تلاوت قرآن یک صفحه نمیتونی، یک لحظه در مجلس علمی نشسته نمیتونی، یک لحظه یک اندازه کار نیک انجام داده نمیتونی، نمیتونی که سجده تر از یک دقیقه از 30 ثانیه اضافه تر طولانی کنی، نمیتونی، توانایش نداری، زود میخوای که سرت بلند کنی. یک نوی از عذاب هست گرفتن توفیق از یک انسان که نمیتونیم انجام یک عمل را بکنیم، در حالی که خیلی انسان ها و کارها رو مثل آب انجام میدن، نوشیدن آب برش آسان هست. این معلوم دار هست که انسان از رحمت خدا که نعمت شد و آرامش خاطر در مقابل عذاب خدا داره، از گناه های قلب مسمى میشه. و ابو طالب مکی در ادامه این سخنهای خود میگه چهار گناه مربوط زبان میشه. یک شهادت دروغ، خوب میفهمی که می حق هست، دروغ شاهدی میده انسان، از گناه های زبان هست. تهمت زنهای پاک دامن، ما آیت قرآن کریم داریم، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. او کسایی که پاک دامن ها را تهمت زنا میزنن، لعنت خدا بالایشون شده در دنیا و آخرت. از برای اونها عذاب دردناکی هست، از برای اونها عذاب سختی است که میفهمی که این انسان پاک دامن هست، همین مرد یا این زن پاک دامن هست، ولی بازم پشتش تهمت زنا را میزنه. این از گناه های زبان است، خیلی خطرناک. و همچنان سوگند به دروغ، قسم میخوریم به دروغ، میفهمیم که امی کار نشده، صورت نگرفته، میگم قسم به خدای صورت گرفته، سوگند به دروغ هست. و همچنان سحر و جادو توسط زبان خود، چیزی میخوانیم با کسی یا بالای کسی، او را در حقیقت از امو آدرس او را بس سحر خود مبتلا میسازیم یا جادویش میکنیم، از گناه های زبان هست. سه گناه مربوط شکم میشه: شراب خوری، خوردن مال یتیم و همچنان سود خوری، از جمله گناه های شکم هست. ایر ابو طالب مکی میگه دو گناه مربوط عورت میشه: زنا و لواطت، از جمله گناه های ذلیل کننده، از جمله گناه های نابود کننده، از جمله گناه‌هایی که تمام خوبی‌ها و تمام وجاهت اجتماعی انسان را، شخصیتی انسان را، معنویت انسان را در بدر می‌کنه، خراب می‌کنه. دو گناه مرتبط به دست است. ابو طالب مکی میگه قتل و سرقت، یک کسی یک بی‌گناهی را می‌کشه، و یا دزدی کردن مربوط دست میشه. یک گناه مربوط پا میشه: فرار از جنگ. در مقابل دشمن می‌رزمی، از این جنگ فرار میکنه، جنگ شرعی هست، از این فرار میکنه. الله چی میگه؟ یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. غضب خدا برای انسان شده که از جنگ فرار میکنه. و یک گناه به تمام بدن تعلق داره: آزردن پدر و مادر. ابو طالب مکی میگه که یکی از گناه هایی که تمام بدن او را توسط تمام بدن صورت میگیره انجام میشه، او گناه ها او چی هست؟ آزردن و آزرده کردن پدر و مادر هست. خیلی گناهی سخت است. گناه های کبیره را با صغیره چی قسم تفکیک کنه؟ گناه های کبیره چی هست و صغیره چی هست؟ در قرآن کریم اگر کدام گناه را دیدیم که لعنت خدا در مورد آمده بود، مثلا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، اگر لعنت ذکر شد از جمله گناه های کبیره هست، علما میگن البته. اگر در مورد یک گناه خشم پروردگار ذکر شده بود و مجازات در اون مورد ذکر شده بود، از جمله گناه های کبیره هست. اگر برای گناه حتی این شده بود، حد سرقت، حد قذف، حد به اصطلاح کسی شراب میخوره یا زنا میکنه، چه مجرد و متأهل، حدی که برش تعیین میشه، از جمله گناه های کبیره هست. و همچنان از جمله گناه های کبیره ای هم گفته میشه، علما ذکر کردن که دیگه شریعت ها با او اتفاق نظر داشته باشن که این گناه هست، این هم از جمله گناه های کبیره مسمى میشه. که یکی از اون گناه ها که سختترین و بزرگترین هست، از جمله گناه ها که در تقسیمات قبلا ذکر کردیم، شرک به خدا هست. بزرگترین گناه، بزرگترین نافرمانی، بزرگترین معصیت. انا اغن الشرکاء، یعنی شرک. الله میگه ما او کسی هستم که غنی هستم از این که مردم برای ما شریک مقرر بکنه. من خیلی از این غنی هستم و واقعیت غنی هست و اصلا به شریک نیاز نداره.
او اصلا بیار نیاز نداره که در پهلوی شرک کسی باشه که یاری بکنه در کارش، نیاز به این نداره. ولی شرک هم انواع مختلف داره. یک شرک، شرک اعتقادی هست. او کدام نوع شرک هست؟ او چیزی که متعلق به ذات خدا، به اسماء و صفات خدا باشه، ما ایره شریک میسازیم الله متعال را، کسره با الله متعال در این صفاتش، در ذاتش، در افعالش یا در اسماء پروردگار کسره شریک میسازیم. یک جمله شرک های اعتقادی هست. یکی از انواع شرک، شرک در عبادت هست. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرمایه الشرک فی هذه الامه، فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل. شرک دهی امت خفیفتر و نازکتر و سبکتر از این هست که مثل که یک مرچه بالای یک سنگ قدم میزنه، را میره. از این قدم خفیفتر است. از صدای پای مرچه کرده هم خفیفتر است. خود ریا یکی از انواع شرک است. این شرک در عبادت گفته میشه. گاهی اوقات شرک در کردار و گفتار وجود داره. شرک کردار چی رو گفته میشه؟ که در عمل خود ما یک کار مشرکانه رو انجام بدیم، یک کار شرک آمیز رو انجام بدیم، یک کار رو انجام بدیم که در حقیقت ما با عبادت، در عبادت خدا کسر شریک ساختیم. مثلا سجده به غیر خدا. لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. برای هیچ کس اجازه نیست که برای کسی سجده بکنه الا مگر برای الله. برای الله سجده، الله شایسته ای است که برش سجده شود. دیگه برای هیچ کس سجده جواز نداره. شرک در کردار هست، در عمل ما شما هست. یا طواف غیر از بیت الله، یک کس جای دیگر طواف میکنه بدون بیت الله، کدام جای دیگه اجازه نیست کسی طواف بکنه، نه قبر، نه کدام کسی دیگه، نه زنده و نه هم مرده ای اجازه نیست کسی طواف بکنه. ای از شرک های کرداری هست. و یک شرک مرتبط به اعمال هست، مرتبط به کردار هست، بوسیدن سنگ غیر از حجر الاسود. کسی یک سنگ را بوسه میکنه، سنگ هر چقدر مقدس باشه، از هر جایی که آورده شده باشه، سنگ قبر کسی باشه، حتی سنگ قبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اجازه نیست کسی بوسه بکنه الا مگرم امو حجر الاسود. بس خلاص، سنگ سیاهی که در یک بغل یک پهلوی خانه کعبه نصب شده، او مشکل نداره، چون سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است. و اون به این نظر بوسه نمیشه که یک عبادت شه، یک چیزی، یک عبادت بکنه میره، من چون که روش پیامبر است به گفته عمر رضی الله عنه به او خاطر بوسه میشه، ور نه ده او سنگ کدام خصوصیت دیگه وجود نداره. او به موت نفع و ضرر رسانده نمیتونه، چون سنت پیامبر است، پیامبر انجام داده و ما خود فرمانبرداری از این هستیم و سر ما واجب است که از اعمال پیامبر ما اطاعت بکنیم. در بعضی موارد واجب، در بعضی موارد فرض، در بعضی موارد سنت و مستحب. و از شرکیاتی که در باب کردار داخل میشه بوسیدن قبرها یا مالیدن دست به قبرها. رسول ما صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. ای الله قبر مرا بت نساز که مردم رو عبادت بکنن. والحمدلله نشد تا به حال کسی قبر پیامبر عبادت بکنه، کسی قبر پیامبر را طواف بکنه. پس اینی شرکیاتی هست که در باب کردار داخل هست. بعضی شرکیاتی در گفتار هم وجود داره. سوگند به غیر خدا، کسی که به غیر خدا قسم میخوره، من حلف به غیر الله فقط اشرک. کسی که به غیر خدا قسم یاد میکنه، سوگند میخوره، یک عمل مشرکانه را انجام داده، یک عمل مشرکانه، مشرک نگوییم زوتی کرده، فقط اشرک، این عمل مشرکانه. پس ای از کارهایی است که در شرک گفتاری داخل میشه. و یک شرکی که آخرین چیزی که ما یادآوری میکنیم، البته در بخش گفتار داخل نمیشه، بدگمانی نسبت به خدا. ای که انسان نسبت به خدا بدگمان میشه که الله متعال چرا مرا خلق کرد، و الله متعال این مسیر شر یا شر چرا خلق کرد، ای جهنم از چی خاطر هست و فلان از چی خاطر هست. بدگمان نسبت به خدا نشه. اگر نسبت به خدا بدگمان شدیم، یک نوع گناهی است که ما در فکر خود می پرورانیم. پس امروز فقط انواع گناه ها بیان شد.